نمایندگان فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه چند بخت متفاوت برای صعود به مرحله بعدی رو دارند. در کنار امید به راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به دور تکثیری، تیم داوری ایران هم با علیرضا فغانی و کمک داورانش رضا سخندان و رضا منصوری بخت مناسبی حتی برای رسیدن به بازی‌های نیمه نهایی و فینال رو دارند. علیرضا فغانی از داوران نخبه فعلی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا است. این داور برجسته ایرانی تبار در طول 4 سال اخیر قضاوت بسیاری از دیدارهای حساس جهانی رو به عهده داشته. عملکرد موفق فغانی در عرصه ارشد داوری جهان باعث قرار گرفتن او در بین لیست 10 داور برتر جهان شده. پیشرفت علیرضا فغانی در داوری دیدارهای بین المللی از جمله با گزینش او برای قضاوت دیدار فینال فوتبال المپیک 2016 میان تیم‌های ملی برزیل و آلمان سرانجام این داور را در فهرست نخبگان داوری فوتبال جهان قرار داد. علیرضا فغانی پیش از آن داوری دیدار فینال جام ملت‌های آسیای 2015 و همچنین قضاوت بازی فینال جام باشگاه‌های جهان در سال 2016 میان تیم‌های بارسلونا و ریور پلیت رو هم به عهده داشت. قابلیت و مهارت‌های منحصر به فرد علیرضا فغانی در عرصه فعالیت وی در داوری فوتبال چیست؟ علیرضا مرزبان، مربی فوتبال در آلمان و ایران در گفتگویی که با او داشتم، توانایی‌های کلیدی علیرضا فغانی رو به این شکل به دویچه وله فارسی توضیح داد. با آقای فغانی من توی هواپیما یه بار با هم همسفر بودیم، در روی مسئله با هم دیگه صحبت کردیم. یکی از مسائل خیلی مهمی که هست و آقای فغانی این کار خیلی خوب انجام میده این که واقعا درک ستاره هاست، یعنی به ستاره ها رو خوب آدم بتونه مدیریت کنه تو زمین، تشنجات رو بتونه خوب برطرف کنه، به موقع بتونه کارت بده و احساس خیلی خوبی رو که آقای فغانی منتقل میکنه به بازیکنان اینه که من سوت میزنم و وفادار هستم به سوتم و این مسئله و اقتداری رو که توی کار خودشون نشون میدن، این یکی از مسائل فوق العاده مهمی است. و در کنار این احساس که من همکار شما هستم، من نیومدم اینجا قضاوت کنم ولی من در کنار شما هستم و سعی میکنم یه بازی خوب ارائه بدیم، این احساس هم خیلی خوب آقای فغانی منتقل میکنه و سعی میکنه دیده نشه. یک داور خوب باید بتونه طوری قضاوت کنه که در موردش کم حرف زده بشه. یقیناً تسلط کامل بر این نوع از ویژگی های حساس داوری علیرضا فغانی رو به قله داوری فوتبال جهان رسونده. اما انتخاب علیرضا فغانی از سوی فیفا برای قضاوت دیدارهای جام کنفدراسیون‌های 2017 با میزبانی روسیه و حضور قهرمان جام جهانی 2014 تیم ملی فوتبال آلمان و تیم‌های قهرمان در جام ملت‌های قاره‌ای نمایانگر نگاه و توجه ویژه فیفا به این داور ایرانی است. احتمال زیادی وجود داره که علیرضا فغانی تا دیدارهای نهایی جام جهانی 2018 روسیه به عنوان داور برجسته حضور داشته باشه. او میتونه در این رویداد بزرگ جهانی، در این نقش و در نگاه میلیاردها بیننده در سرتاسر جهان نماینده مناسبی برای کشورش ایران باشه. چنانچه تیم ملی فوتبال ایران نتونه به مراحل پایانی جام جهانی صعود کنه، حداقل یک رد پای دیگری از فوتبال ایران میتونه در جام جهانی 2018 باقی بمونه. سپاسگزارم از توجهتون به 18مین برنامه واقعا از دویچه وله فارسی. نظرتون رو در مورد برنامه ما مثل همیشه از طریق شبکه‌های اجتماعی دویچه وله فارسی در فیسبوک، توییتر، یوتیوب، تلگرام و یا با ایمیل با ما در میون بگذارید. پایدار باشید.